به نام خدا شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین؟ به خیر هستین؟ جور و سعدوند باشین شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید <موسیقی> خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سن ما با همدیگه دیگه میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم؟ فصل دهم ده هم یا آمار درس های گذشته ها تا شروع کرده فصل نه و درس چهارم ما و شما از این فصل میشن و شاگردای عزیز درس امروز ما و شما فصل چهار خلاص میشه در درس امروز درست است اما عنوانی که ما و شما باید بخوانیم اهداف درس چهارم اول چی چه میخوانیم اوسط دیتا های منفصل با کسرت معین درست است و دوم اوسط دیتا ها را از روی جدول فریکنسی یا جدول کسرت با همدیگه میخوانیم درست است خب شاگرد عزیز من اول تشکر میکنم از شاگردایی که کارخانه گیر با ما روان کردن از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 و او شاگردایی که کارخانه روان نکردن لطفاً با ما روان کنه. خب شاگرد عزیز و گرامی بریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است اوسط دیتا های منفصل یا ما اوسط دیتا که قبلا خواندیم در در سنف قبل خوانده بودیم درست است اوسط یا تا نفس دیگه نه اوسط دیتا رو گفتیم چه رقم دریافت میکنیم فرمولش به این بود اگر ما دیتا اول نامش x1 بونیم دیتا دوم نامش x2 دو بانیم و به اون شکل تا دیتا آخر ما اوسط دیتا رو با x بالاش یک خط میکشیدیم میگفتیم x بار درست است پس با نوشته کنم سر تخته اوسط دیتا های منفصل یا دیتا های گسستن بهش گفته میشه درست است؟ پس اوسط اوسط به این بود اگر یادتان باشه در صنف گذشته خواندیم نه؟ گفتیم اگر x1 شاگرد از دقت کنید x1 x2 x و تا xn این. اینا چی باشد؟ دیتا های ما و شما باشد ایکس یک دیتا اول ما و شما نام شما ایکس یک میگیرم دیتا دوم نام شما 2 میگیریم و تا آخر هر چا باشه 5 تا باشه 10 تا باشه 20 تا باشه فرقی نمیکنه درست است خب شاگرد عزیز دقت کنید ما گفتیم که ایکس بار به این به بی سمبل ایکس بالا شیا میکشیم و این رو میخوانیم ایکس بار درست است ایکس بار چی میشه اوسط دیتا های ما و شما میشه و فرمولش به این شکل است مساوی است با یک تا خط کسری کلان نوشت میکشیم و در صورت دیتا ها رو با هم جمع میسازیم x1 جمع x2 جمع تا آخرش تا دیتا آخر x n صحیح کل دیتا رو با هم نگه چی میکنیم شگرد عزیز جمع میکنیم و در مخرج چی میکنیم در مخرج تعداد دیتا ها رو میوانیم دقت کنید تعداد شما رو میکنید چند تا دیتا داری دهتا داری 5 تا داری در اینجا فعلا ما چند تا داریم n تا داریم پس تقسیم بر n میکنیم پس ای چی بود این فرمول اوسط دیتا ها وقتی دیتا ها رو ما و شما داشته باشیم به عنوان مثال دقت کنید گفته اوسط دیتا زیل را دریافت کنید به عنوان مثال دیتا ما و شما چی باشد؟ دیتا ما و شما داریم باشد سه پنج هفت نو سه چار یک دو سه چار پنج شش تا دیتا داریم سه است حالی گفته اوسط یار دریافت کنید این عدد اول ما و شما دیتا اول ما و شما چی است؟ ایکس یک است 5 میشه x2 و x3 میشه 7 با اون شرط تا چند تا دیتا داریم x6 داریم 6 تا دا دیتا داریم 1 2 3 4 5 6 پس x بار ما و شما چی میشه شاگرد عزیز x بار مساوی است با گفتیم که کل دیتا را با هم دیگه جمع میسازیم در صورت داشته میکنیم خب جمعش بسازید پس میشه 3 جمع 5 جمع 7 جمع 9 جمع 3 و جمع 4 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر تعداد دیتا تعداد دیتا های ما و شما چند تاست؟ یک، دو، 3 4 5 و 6 تقسیم بر 6 باید بسازیم خب این جوابش میتونیم دریافت کنیم 3 5 هم شده چی میشه؟ 3 و 5 میشه 8 آفرین 8 و 7 15 پانزده. پانزده با 9 چند میشه؟ 24 24 با 3 میشه چند؟ 27 و 27 با 4 27 میشه 31 پس میشه 31 بر 6 خب این باید تقسیم بسازیم 31 بر 6 تقسیم میکنم در اینجا آمده برای تان 31 تقسیم بر 6 5 6 میشه 3 3 است 5 6 3 باقی مانده 1 یک. یک تا صفر میمونیم یک تا اشاریه ده باز میشه چند یک 6 6 باقی مانده چند میشه چهار میشه باز یک تا صفر میمانیم چند تا ده چند تا شش وجود دارد 6 7 چل 6 6 3 و 6 6 6 و, و باقی مانده باز دوباره چی میشه دوباره چار میشه سیست و به همین شکل شیخ عزیز باز دوباره چون چار شد دقیقا با باز تکراری شد دیگه نه چار با صفر بانیم باز دوباره شش 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 تا لایتانه ادامه داره دقت کنید مکتب صفر میمانم باز دوباره ده تا چند تا شش تاست باز میگیم شش شش سی و شش باقی مانده باز دوباره چار و به همین تا ادامه دارد پس به میکنیم بار با چند شد شد 5 یک شش 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 تا لایتنایی ادامه داره پس نوشتن میشه 5 پس اوسط دیتا ما و شما چند شد شاگرد عزیز؟ 5 اشاریه یک شش تا لای تناهی که این به این نوشته شاگرد عزیز دقت کنید نوشته میکنیم پنج اشاره یک شش یک تا خطک بالای شش میمانیم دوره توالی میخوانیم سعیست یعنی شش ما و شما هی تکرار شده تا لای تناهی میره سعیست تقسیم ما و شما تا لای تناهی ادامه بتیم به این میشه ادامه داره خلاص نمیشه پس چند شد؟ او دیتا های ما و شما چند دیتا به ما و شما داده بود شش دیتا رو داده بود سه پنج هفت نو سه چار و گفته بود دریافت کنید ما اوسطش تا نیستیم دریافت کنید اوسطش چند شد, شد شد پنج اشاره یک شش شش تا لایتنایی یا نوشتن میکنیم پنج اشاره یک بالای شش دوره توالی نوشتن میکنیم سعیست پس بسیار اصلا دیر ما میتونیم اوسط چند دیتا که به ما شما داده باشه رو میتونیم دریافت کنیم درست است؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید ما میخوایم حال چه کنیم اوسط از روی چی از روی جدول هم میخوایم باز کار کنیم که اگر ما و شما دیتا ها رو به ما و شما نداده باشد فقط جدول کسرت یا جدول فرکانسی رو به ما و شما داده باشد او را چه رقم ما و شما چه کنیم اوسط یاره دریافت کنیم درست است پس شاگرد عزیز عنوان اول درس ما شما چه بود امی اوسط دیتا ها از روی خود دیتا ها. دیتا ها رو به ما و شما وقتی داده باشه ما میتونیم چه دریافت کنیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس عنوان اول درس ما و شما خلاص شد پس اوسط دیتا ها رو ما و شما بسیار آسان میتونیم چه کنیم دریافت کنیم عدد ها کل دیتا ها رو با هم دیگه جمع میسازیم در صورت و در مخرج چی میکنیم شاگرد عزیز تعداد دیتا ها رو میماریم و بعد دریافت میکنیم چی میشه جواب آخر ما و شما میشه اوسط دیتا ها گفتیم دیتا رو با چی نشون میدیم با دیتا اول با x1 دیتا دوم با x2 دو و تا آخر و اوسط با x بالای شخط میمونه اون رو میخوانیم x بار صحیح پس ای چی شد ای از اوسط دیتا وقتی که دیتا ها رو ما شما داشته باشیم اما وقتی که دیتا های ما شما شاگرد عزیز تعداد دیتا های ما شما زیاد باشد خیلی زیاد باشد و با مثلا یک هزار تا دو هزار تا دیتا داشته خیلی ممکنه بیشتر هم باشد سیست یا که ما شما دیتا رج نداریم فقط جدول کسرت داریم جدول فریکونسی رو داریم از روی جدول فریکونسی با ما شما چه رقم اوسط دیتا, دیتا را دریافت کنیم درست است پس عنوان دوم درس ما و شما همیسته که اگر ما و شما یک جدول فرکانسی یا جدول کسرت داشته باشیم بخوایم که چی کنیم شاگرد عزیز اوسط دیتا را از روی ازو دریافت کنیم عنوان دوم درس ما و شما است پس میریم سر تخته و از روی جدول کسرت میخواهیم اوسط دیتا ها را دریافت کنیم درست است شاگرد عزیز پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ اوسط دیتا ها از روی جدول کسرت درست است گفتیم کی از این استفاده میکنیم وقتی که ما و شما دیتا ها رو نداشته باشیم یا دیتا های ما و شما خیلی زیاد باشد درست است تعداد دیتا های ما و شما زیاد است ما برای که او رو بتانیم چی کنیم تجزیه تحلیل کنیم جدول کسرت به او جور میکنیم درست است و از روی جدول میتونیم اوسط دیتا ها را بسیار راحت دریافت کنیم درست یا که گفتیم دیتا نداریم ما و فقط جدول کسرت را داریم از روی جدول کسرت ما میتونیم چه کنیم شاگرد عزیز اوسط دیتا ها را دریافت کنیم درست است خب به عنوان مثال من مثال کار میکنم پس نوشتن کنید نوشته میکنید عزیز دقت کنید اوسط دیتا ها از روی جدول اوسط دیتا ها از روی جدول کسرت یا جدول فرکانسی هم گفتیم برش میگن درست است ما شما یک جدول فریکونسی داریم با نونسان معلوم میکشیم برای تان سیس اطلاعات دیتا ها رو داش نوشتن میکنم و از روی از اون مای خواهیم چی کنیم؟ اوسط دیتا ها رو دریافت کنیم با مثال شاگرده عزیز دقت کنید این جدول ما و شما چی است؟ این جدول ما و شما ارتفاع با مثال چند تا درخت یا هر درخت باشه فقط میگه درختی که بسیار کلان است ارتفاعی آمده اندازه گیری کرده یک نفر سیست یک متخصص زراعت حالا چی باشه فرق نمیکنه دیش نوشته میکنیم پس ارتفاع یا نوشته میکنیم سیست ارتفاع یا میتونیم به همون دیسته بگیم درست است در دیسته های ما میتونیم دیسته بنده کنیم یا تا نست دیگه نه؟ پس یا ارتفاع با هم دیسته نوشته کنیم دیسته و داخل قوس نوشته میکنیم ارتفاع دیسته که همون چی است؟ همو ارتفاع ما و شما درخت های ما شماست خب دیسی ما شما با مثال از چند باشد؟ از هفت تا هشت متر س در حسب متر است پس از هفت تا هشت دقت کنید گفتیم به شک نوشته میکنم شاگرد عزیز که خود هفت شامل است اما خود هشت شامل نیست یعنی اگر یک درخت ما شما داشته باشیم که هشت متر ارتفاع داشته باشد در دیسی دوم باید شامل شود سیس در دیسه سی اول شامل نمیشه هفت تا اشت متر سیس خب دیسه سی بعدی چند میشه از هشت تا نو متر و دسته بعدی از 9 تا 10 متر دسته بعدی از 10 تا 11 متر سه است؟ پس از 10 تا 11 متر و دقت کن شاگرد عزیز سه آخر 11 شامل همی دسته همه چون سه بعد نداره که 11 دو شامل شد است؟ پس دقت کنید به این ما شما گفتیم نویشتر میکنیم از 7 تا 8 از 8 تا 9 از 9 تا 10 از 10 تا 11 ما, ما شما داده خود سوالی را سیست. یعنی میشه که میگیم درخت هایی که ارتفاع آنها بین 7 متر تا 8 متر باشد در دسته اول قرار میگیره سیست. خب در اینجا چی میشه تعداد درختان تعداد یا برش چی میگفتیم شاگرد عزیز برش میگیم فرکانسی مطلق سیست یا کثرت مطلق گفته میشه پس من نوشتم میکنم تعداد درختان با مثال ما شما چند تا درخت داریم که ارتفاع آنها بین 7 تا 8 متر است با سال 5 درخت داریم صحیح است در دیسه دوم سه درخت داریم در دیسه سوم چهار درخت و در دسته آخرم پنج درخت ما و شما داریم صحیح است پس چند تا میشه کل دیتا های ما و شما دقت کنید کل درخت های ما و شما های ما و شما چی میشه تعداد درختان 5 تا درخت داریم که ارتفاع از بین 7 تا 8 متر است و 3 تا درخت داریم که ارتفاع از بین 8 تا 9 متر است 4 تا درخت داریم که ارتفاع از بین 9 تا 10 متر است و 5 تا درخت داریم که ارتفاع از چی است بین 10 تا 11 متر است و یار اگر جمع بسازیم چی میشه تعداد کل دیتا ها میشه درست است با این اعداد شاگرد عزیز دقت کنید با این اعداد چی میگیم کثرت مطلق یا فرکانسی مطلق و تعداد جمع از یا کل میشه کل دیتا ها میشه خب جمع بسازید 5 و 5 میشه 10 صحیح و 4 میشه 7 میشه 17 پس کل چی میشه 17 تا ما چی داریم عبده تا درخت داریم با این من پس ما درخت کمی تعداد زیاتر که 20 با سایست رو شش سیست و اینی چهارم میکنیم شش سیست پس شش شش دوازده دوازده که سه میشه پانزه بازی پنج میشه بیست سیست پس به این شک باشه بهتر است پس ما و شما چند تا درخت داریم 20 تا دا درخت داریم 20 تا دا دیتا داریم که ال دیتا رو فعلا نمیدانیم کجا نوشته شده با نام سال دیتا نوشته شده حال ما اطلاعات نداریم فقط جدول چی داریم کثرت یا فرکانسی رو داریم حالی میگه که از روی عزیز شما چه کنه شاگرد عزیز اوسط ارتفاع درخت ها رو دریافت کنه دقت کن شاگرد عزیز ما و شما درس گذشته گفتیم یک چیزم خواندیم نه به اسم یک تا دیگه اضافه کردیم به اسم چی شاگرد عزیز به اسم مرکز دسته یا وسط دسته پس ما اینجا نوشتن میکنم مرکز دسته یا وسط دسته مرکز دسته مرکز دسته یا تنه فرمول چی بود چاگرد عزیز گفتیم ابتدا یا سرحد پایین سرحد بالا رو با هم دیگه جمع میسازیم تقسیم بر دو میکنیم سیست افت جمعه اش چند میشه؟ میشه پانزه تقسیم بر دو بسازیم افت اشاره پنج میشه سیست پس افت اشاریه پنج و دسته دو مرکز چی میشه یا وسط دسته چی میشه؟ اشت جمع نو تقسیم بر دو باید بسازیم. 8 جمع 9 چند میشه ابدا تقسیم بر دو 8 اشاریه 5 دقت کن شاگرد عزیز ما یک بار این این دی من ما نشتا میکنیم بفهمید چه رقمی دریافت میشه 9 جمع 10 باید بسازین دقیقاً به این شکل بشه 9 جمع 10 تقسیم بر دو باید بسازیم خب 9 جمع 10 چند میشه میشه 19 صحیح 19 تقسیم بر دو بسازید میشه 9 صحیح پس چند شد شاگرد عزیز 9 اشاریه 5 پس اوسط یا مرکز دی یا وسط دیسر ما به شک فرمولش میتونیم دریافت کنیم و آخر رو بگین ده جمع یازده میشه چند؟ بیست و یک تقسیم بر دو بسازیم ده اشاریه پنج ده اشاریه پنج سایست. پس ما باید اول چی کنیم؟ وقتی جدول کسرت داریم مرکز دیسر سر باید بریم دریافت کنیم خب آل دقت کن شاگرد عزیز ما باید چی کنیم؟ ده ستون آخر ما شما میایم فرکانسی یا کسرت مطلق زب داره چی مرکز می میکنیم فست. پس کسرت مطلق، کسرت ضبدر مرکز دسته. خب، این اعداد رو باید در هم بسازیم. 5 ضبدر 7.5، 5 ضبدر 7.5 بسازیم. چند میشه؟ 5 افتد 35، 5 پنجد دو 5، 35، 37 اشاره 5، صحیح است؟ 37 اشاره 5، این هرداد رو باید در هم ضرب بسازیم. درست است؟ 3 ضبدر 8 اشاره 5، 3 اشد 24، سه میشه یکونیم. پنج تا میشه یک کنیم 25 و پنج اشاریه پنج و اشاری پنج اشاریه و شش زب در نو اشاریه پنج شش نو پینجا و چار شش پنج سی پینجا و افت سیست و افت میکنیم و شش زب در ده 6 پنج شش دهید میشه شست شش پنج تا سه میشه سیست میشه شست و سه پس چی کردیم شاگرد عزیز ای رو آره در هم ضرب کردیم و در ای آخر نوشته کردیم پس کسرت ضرب در مرکز دسته درست است شاگرد عزیز خب حالی شاگرد عزیز دقت کنید ما بخوایم چی کنیم اوسط دیتا ها دریافت دیتا ما نداریم فقط جدول کسرت داریم اوسط دیتا رو بخوام دریافت کنیم فرمولش به این میشه دقت کنید پس ایکس بار ما و شما چی میشه ایکس بار ما و شما میشه باید چقدر عزیز دقت کنید امی ضربه که ما و شما دریافت کردیم ستون آخر که سرت ضرب در مرکز دیسه ای رو باید با هم دیگه جمع بسازیم در صورت پس 37 اشاریه 5 جمع 25 اشاریه 5 با کمی برتر نوشته کنم شکل جای شما پس ایکس بار ما و شما چی میشه؟ ایکس بار ما و شما مساویس نبا 37 اشاریه 5 37 5 جمع 25 8.5 جمع 57 جمع 63 6 سه. سه جمع 57 جمع 63 و, و تقسیم بر چی شاگرد عزیز دقت کنید تقسیم بر دقت کنید تعداد کل های ما شما تعداد کل ما شما چند تا است 20 تا ها، سی تقسیم بر کل 20 تا دیتا می کنیم سی سی رو باید دریافت کنیم فی وقت 8.5 جمع 25.5 جمع 50 جمع 63 اگه یار جمع بسازیم بعد ما با تلفن ماشین حساب شاگرد عزیز جمع ببین چند بشه یادداد. پس 3 و 5، جمع 25 شار 5، 25 و جمع 50 جمع جمع۶ جواب میشه ۱ ۸ پس میشه چند پس x بار ما و شما مصییس با 1 تقسیم بر 20. و هم اگر تقسیم بر 20 بسازیم. جواب میشه 9 شار 15، 15 متر سیس شاگرد عزیز پس شاگردهای عزیز و گرامی دقت کنید پس ما و شما اگر بخوایم اوسط دیتا ها را از روی جدول کسرت یا جدول فریکونسی دریافت کنیم دیستار که ما, ما و شما خود ما و شما جور میکنیم یا برای ما و شما داده میشه سیست فرکانسی مطلق یا کسرت مطلق همون تعداد حالا هر چی هست همون دیتا ما شما ما و شما رو میکنیم نوشته میکنیم یا خودش به ما, ما و شما داده میشه حالا میگه شما اوسط دیتا رو دریافت کنید شما باید مرکز دیستا رو اول دریافت کنید مرکز دیستا چی است 7 و 8 میشه چه 7 5 گفتم چی رقم دریافت میکنی سرحد پایین و سرحد بالا رو جمع میسازی تقسیم بر دو میکنی سیست پس چی میشه مرکز دیستا رو کلش دریافت بعد می چی میکنی شاگرد از کثرت مطلق ضرب در مرکز دیسه میسازید سازی اینجا نوشتن میکنه جوابشه و برای که ما بتونیم اوسط دیتار دریافت کنیم اینی اعداده یعنی ستون آخر که داریم که صورت ضرب در مرکز سر کلش با هم دیگه جمع میسازیم و تقسیم بر تعداد کل دیتا ها یعنی همین جمع کل آخر چی فرکانسی مطلق ما و شما میسازیم و جوابش درافت میشه یعنی یعنی چی شاگرد عزیز اوسط دیتا های ما و شما چند شد 9.15 یعنی اوسط درخت هایی که دمی 20 درختی که ما و شما ارتفاعش با گرفته اندازه گرفته چند بوده 9.15 بوده 9.15 متر صحیح فقط یک نکته شاگرد عزیز دقت کنید ده ما وقتی که میم اوسط از روی جدول کسرت و جدول فرکانسی دریافت میکنیم شاگرد عزیز اوسط ما کمی ممکنه با اوسط واقعی کمی چی باشد اختلاف داشته باشد و او هم طبیعی است و مشکلی نیست چون ما در احصایه ما میخوایم چی کنیم اختلاف ها را خیلی کم کنیم یعنی چی اکثر دیتا را ما تقریبا یکی در نظر میگیریم به عنوان مثال دقت کنید ما وقتی میگیم 5 تا درخت 5 تا درخت ما بین 7 متر تا 8 متر داریم خب ما گفتیم همین 5 تاش که وقتی یارد رو ضرب میکنیم میگیم 5 تا درخت ما ارتفاعش رو 7.5 در نظر گرفتیم در حالی که 7.5 ممکنه نباشد ممکنه 5 تاش 7 باشد صحیح ممکنه پنج شایش هفت اشاره شش باشد یکیش هفت, هفت باشد دیگه چهار تا دیگه چی باشد هفت اشاره نو میتونه یا باشد صحیح پس به او خاطر ما چون او مرکز سر گرفتیم یار دریافت میکنیم پس اوسطی که ما و شما از روی جدول دریافت میکنیم با اوسطی که اگر ما و شما دیتا رو داشته باشیم شاگرد عزیز کل دیتا رو با هم جمع بسازیم و تقسیم بر 20 کنیم با از ممکنه خیلی کم اختلاف داشته باشه این 9.15 باشه او مثلا شود 9.17 9.13 به عنوان مثال شود صحیح که دیگه ما و عشد بعد عشر زیاد برای ما و شما بسیار مهم نیست همین 9 مترش برای ما و شما مهم است که چی میشه جواب میتونیم دریافت کنیم پس نکته شمی است شاگرد عزیز پس ما اوسطی که از روی جدول دریافت میکنیم با اوسط واقعی ممکنه کمی مچی باشد فرق کنه و اختلاف داشته باشد که او, اختلاف زیاد بر ما و شما مهم نیست درست است شاگرد عزیز پس یه مرچی اوسط دیتا از روی جدول کسرت ما بسیار آسان میتونیم دریافت کنیم درست است شاگرد عزیز خب شاگرده عزیز و گرامی عنوان دوم درس هم ما و شما خواندیم و دیدیم که ما میتونیم وقت ما و شما تعداد دیتا ما و شما خیلی زیاد باشد یا فقط جدول کسرت داشته باشیم از روی از میتونیم اوسط دیتا ها را دریافت کنیم اما کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 234 و 236 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتس نمبرش هم 20964 780 255 در شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان فصل دهم فصل دهم ما و شما بخیر خلاص شد و فقط فصل آخر مانده که فصل یازده هم و بخیر در سبت شروع میکنیم و او را میخوانیم درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا